شی جین پینگ در دیدار با آنتونی بلینکن که به چین سفر کرده گفته دو کشور به جای رقابت باید شریک همدیگه باشن. رئیس جمهوری چین گفته برخی پیشرفت‌های مثبت اتفاق افتاده، اما به گفته او هنوز مسائلی هستند که باید حل و فصل بشن و فضا برای تلاش‌های بیشتر وجود داره. در همین حال آنتونی بلینکن با تاکید بر نقش چین در خاورمیانه گفته این کشور میتونه در کاهش تنش‌ها در منطقه از جمله از طریق نفوذش بر ایران نقش بازی کنه. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، همین الان روابط پکن و واشنگتن در بهترین حالتش نیست. چقدر فکر میکنید که آقای بلینکن میتونه حساب بکنه روی حمایت چینی ها در مشکلات بین المللی آمریکا از جمله در جای مثل خاورمیانه؟ فکر نمی کنم واقعا رو به بهبود باشه این روند، بدن این که روی کرد و جهانبینی این دوتا کشور کاملا متفاوته با هم. علارغم تمام اون دیپندنسی کمک کنیم من الان وابستگی که اقتصاد این دو تا کشور به هم داره، از نظر سیاسی واقعا عملکرد و رویکرد رهبرانشون داره دو تا جهت کاملا متفاوت میره. اون چیزی که نگران کننده است اینه که تمام اون شاخصهایی که باعث شده بود روسیه شروع بکنه هی روابطش با ایالات متحده و غرب در مجموع رو به افول بذاره، همه اون شاخصها رو میبینین که در مورد چین هم داره اتفاق میفته. چین الان نگرانه که از نظر نظامی ایالات متحده داره سعی میکنه محاصرش بکنه، نگران از کمک هایی که ایالات متحده به تایوان داره میکنه، فشاری که از نظر اقتصادی داره روی چین میاره برای اینکه هم تکنولوژی چین رو کنترل بکنه، چه اون جایی که به تکنولوژی AI برمیگرده، چه جایی که در مورد مثلا ماشین‌های برقی هست، ارزون قیمت هست که به بقیه کشورها میتونه صادر بکنه از جمله آمریکا. اینها همه ضد منافع ملی چین برای چین به حساب میاد و جوری برداشت میشه که ایالات متحده نمیخواد چین به اون جایگاهی که برای خودش قائله برسه و در رهبری جهان یک نقشی داشته باشه. همه اینها ما در مورد روسیه هم میدیدیم و اختلافاتی که اینها با هم دارن، چه از نظر امنیت سایبری، چه از نظر کمکی که چین داره به روسیه میکنه، چه نقش چین در سایر نقاط جهان از جمله آفریقا، اینها محل اختلاف خیلی جدی هست و من بعید میدونم رویکرد فعلی هیچ کدوم از این دوتا کشور جوری باشه که بتونن اینها رو با هم حل و فصل بکنن. الان معضلات بزرگی برای آمریکا در آسیا هم وجود داره، از جمله همین سرنوشت تایوان که چینی ها خیلی ابایی ندارن از اینکه بگن دیر یا زود بالاخره میخوان این سرزمین رو به سرزمین اصلی چین برگردونن. چقدر فکر میکنید الان در این فضای متشنج بین المللی اصلا آمریکا اهرم های کافی داره اگر بخواد جلوی چین رو بگیره؟ اهرم ممکنه داشته باشه، ولی مسئله هزینه است. اینکه ایالات متحده واقعا در نهایت حاضر باشه که به یک رویاروی مستقیم با یک کشوری بره که قابلیت این رو داره که از نیروی کشور هسته‌ای به حساب میاد و بخواد رویاروی مستقیم داشته باشه، به نظرم به هزینه‌ای برمیگرده که ایالات متحده حاضر باشه بده. مطمئن نیستم که افکار عمومی ایالات متحده خیلی پشتیبانی بکنن که سربازان آمریکایی بخوان برن. بستگی به رئیس جمهوری داره که سر کار باشه. اگه کسی مثل آقای ترامپ باشه شرایط خیلی فرق میکنه، دموکرات‌ها رویکردشون تا حدودی متفاوت تره، ولی در نهایت حتی اگر مستقیم هم درگیری بین ایالات متحده و چین صورت نگیره، انقدر این اختلافات بالاست و میدونیم که توی اخباری که در سالهای اخیر اومده، چین به طور مثال در زیر ساخت ایالات متحده از طریق نفوذ سایبری داره تلاش میکنه که دسترسی داشته باشه که در صورتی که نیاز به جنگ باشه بتونه زیرساخت‌های در ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار بده. فکر نمی‌کنم در حال حاضر اون علاقه و اشتیاق باشه به خاطر هزینه، ولی به نظرم میاد که در نهایت اگر این شرایط رو بریم با شبیه به روسیه خواهد بود شرایط آینده چین و آمریکا. ممنونم. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن.